با سلام مجدد، دوباره خوش آمدین. هدامی برنامه هست و با شما هستیم دوستای عزیز. قسمی که در آغاز برنامه براتون گفتم، امروز یک مهمان عزیز در برنامه با خود دارم. بانو زحل محمدی، فعال جامعه مدنی، امروز با ما هست. بانو زحل کارکردهای خیلی زیاد داره، فعالیت‌های خیلی زیاد داره. می‌خوایم که از زبان خودش درباره فعالیت‌ها و کارکردهایش بشنویم. در آغاز سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید زحل جان. سلام بر شما و سلام بر بیننده های بی نهایت مهربان شما که هم یک نوع بیننده برنامه زیبای شما است. قسم که شما گفتین زحل محمدی هستم، مسئول نهاد اجتماعی جوانان رسا، بله، و همچنان کارمند ریاست عدلیه. و در رابطه با نهاد پرسیدین، خوب است که من یک مختصرا درباره نهاد، بله، معلومات ارائه کنم که نهاد اجتماعی جوانان رسا یک نهاد مستقل، غیر انتفاعی و دور از، یعنی وابسته به هیچ حزب و یا نهادی نیست. بسیار خوب. یک نهادی است که با جمعی از جوانان، با جمعی از فعالای جامعه مدنی ایجاد کردیم. و بنابر امو شعاری که ما این نهاد بنیان گذاری کردیم، ما پل می سازیم، شما قدم بگذارید. بسیار خوب. و این جواناست که با استفاده از این پل و یا از این وسیله میتونن به قله های بلند از معرفت، موفقیت و کامیابی برسند. بسیار خوب. میشه بانو محمدی رو بگویی که در کدام عرصه ها شما فعالیت دارین و چی کمک هایی رو میتونین بر مردم انجام بدین؟ فعالیت های ما در برگیرنده تمام ابعاد می باشد. از نگاه ورزشی، صحت، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی. و خوب از فعالیت هایی که ما انجام دادیم یک مختصر یادآوری کنم. فعالیت هایی که در زمینه به کمک و مساعدت به اطفال روی جاده، خانواده های بی سرپرست، ما کدام دونر و یا هم حامی نداریم که مهدمای و یا سال به سال برای ما کمک کنند. بله. ولی به خاطر امو حس بشر دوستی، حس انسان دوستی، برنامه ما یا می نهادی که ما ایجاد کردیم فقط بر اساسی است که از مو با استفاده از حق الشمولیت، حق الوزویت و یا نظر به مو بروشرها و یا اطلاعه های که مردم ما آگاه شوند که ما این یک برنامه روی دست داریم. بله. اونا از بخاطری که مو انسان دوستیشان زنده است، با مو آدرس دفتر ما میاین مراجعه میکنن، با ما به تماس میشن که ما از یک افغانی الی هزار افغانی یا به هر مقداری که باشه همکاری میکنیم. هر که در توانشان باشه. بله. نظر به اون توانشان میاین همکاری میکنن و روز مشخص ما داریم یا اونا رو باز اطلاع میتیم. هفته یک بار است، ماه یک بار است. این کمک های زمستانی میباشه که در فصل زمستان یک بار کمک میشه. بله، یک بار کمک. و ماه رمضان سال 98 ما اطعام دهی یا هم برنامه غذا دهی داشتیم. بسیار به اطفال مرستون در ماه مبارک رمضان. بانو زحل، این کمک هایی را که بر مردم میکنین از کی ها جمع میکنین و از کجا میگین؟ بیشتر خودتون گفتین که کدام دونر یا کدام کس شما را حمایت هم نمیکنه، اینا را از کجا میکنین و برای اینا شما دوباره کمک میکنه؟ قسمی که قبلا هم گفتم از مو حق الشمولیت و حق الوزویت، زیادتر می اعضای ما چون می جوان هستن خیلی مایل هستن که به مردم نیازمند، به انسانایی که واقعا نیازمند می باشن که ما به اونا کمک کنیم. بله. و کمک کردن به این معنا نیست که ما به اونا بلدنگ بسازیم و یا موتر بشون معنا می تیشه کمشون سیر میشه، می خودش. بله. بزرگترین کمک و است. هم خودشان راضی و هم خدایشان راضی و هم وجدان ما راحت و آرام می باشه. ایت خانواده ها یا ایت اشخاص هم دارین که خودشان حال فعلا روزگارشان خوب است، ماشاءالله دستشان به دهنشان میرسه و میای برای شما کمک میکنه و شما از طریق شما کمک خود بر نیازمندا برسانه؟ بله، بعض فامیلایی بودن که از طریق فضای مجازی، از طریق همین شماره تماس یا ما که بله، بعد از دسترسشان بودن زنگ زدن که ما مثلا غیر از ماه رمضان هم باشه کمک های مثلا صدقه است یا هر کمکی که باشه، اونا آرد است، برنج است، روغن است یا هر چیزی است، بله، اونا کمک میکنن به مو حد توانشان. و ما هم بعض از فامیلا را یادداشت داریم
بعضی از مهاجرینی که آمدن واقعا که نیازمند کمک و مساعدت ما و شما هستن واقعا. و نظر به مو لیست ما تقسیم بندی میکنیم و روز با مو فامیلا و مو جوانای که همراه ما همکاری میکنن یک جا میریم توزیع میکنیم. کدام دفتر دارین که می مردم در اونجا مراجعه میکنه که ما بی وضاحت هستیم، مثلا کسایی که بی وضاحت هستن یا کسایی که میخواین کمک خدا برسونن در دفتر شما مراجعه میکنن که من کمک خدا برای بی وضاحت ها برسونن؟ بله، دفتر مشخص و مستقل داریم، مسئول یا نماینده مهاجرین است و از کسایی که کلانتر گذر کوچه می باشن اونا زیادتر آگاه می باشن که کی بی وضاحت است، کی نیازمند است، یک لیست ترتیب میدن و ما هم به نوبت فعالیت های خود انجام شما میدیم. پیامتون را چه قسم هم رسانی میکنین؟ وقتی بخواین به یک خانواده که بی وضاحت است کمک برسانین و بخواین از کسایی که دارن و امروز روزگارشان خوب است بر از این خانواده کمک کنه، چه قسم پیامتون را بر از اونا میرسانین؟ از طریق صفات اجتماعی؟ چندین روش را در پیش گرفتیم، از چون حال همین مردم ما یا اجتماع ما زیادتر به تکنولوژی و فضای مجازی و فیسبوک دسترسی دارن، زیادتر از برنامه ما کمک و مساعدت ما از استفاده با از فضای مجازی است، از بروشرها است، ورقای اطلاع دهی یا آگاهی دهی می باشه و با طریق از می روش ها مردم ما میاین و کمک میکنن. گپ بسیار خوب است و اگر دوستای ما هم میخواین که برای کسی کمک بکنن و میتونن که خودشان امروز یک لقمه نان دارن، میخواین که برای کسی دیگه هم کمک کنه تا اونا هم بتونن یک شب را گرم باشن و یک شب را گرسنه نمونن و سیر باشن، میتونن که قسمی که پیشتر زوال جان آدرس خود گفتن، آدرس دفترشونه، به مو دفتر از اینا مراجعه بکنن و کمک خود برای از اینا بسپارن و اینا هم برای خانواده‌های بی‌وضاحت حتما میرسونن. و زوال جان، بزرگترین کمک را که تا هنوز کردین کدام کمک بوده؟ درست است که تمام از این که میگه چوی استاده ای دست افتاده گید خیلی خودش کمک است و بزرگترین کمک هم به نظر خودتان بزرگترین کمکتان کدام بودن؟ بزرگترین کمک بگویم یا بزرگترین دستاورده که ما از این نهاد داشتیم، اولین برنامه ما همی کمک به خانواده های بی سرپرست بود. وقتی که من یک جمپر را گرفتم به جان یک دخترک میکردم، هم یک حس خوشی بر خودم ایجاد شده بود و هم همو لبخندش باعث شد که من زیادتر یعنی حس انسان دوستی و حس کمک و مساعدت بر من خیلی پیش آمد که باید هیچ وقت دریغ نکنیم. اگر من خودم هم فعلا کارمند هستم یا فعلا مستقل هستم، از اون معاش خود به ما حد و اندازه کمک میکنم، خیلی جای خوشی میباشه برم. بله، دوستای ما هستن که در خانه امیل از شاید 5 تا 6 تا لباس گرم داشته باشن یا بیشتر از او. اگر ما یکی هلا دو دانیش برای خود نگاه کنیم و بتانیم همو 2 دانه یا 3 دانه یا 1 دانی از را برای کسی کمک بکنیم و کسی را گرم بسازیم که امروز خیلی لباسای نازک به تن داره و خیلی هوا هم سرد است و از هوای سرد خیلی رنج میبره، اگر بتانیم او را به تن از او بکنیم و او را رضایتش به دست بیاریم، واقعا که یک گفته یگان تو خود از این حج است. بله، گپ خیلی خوب است. در بخش ورزش هم گفتین که ما فعالیت داریم و همچنان کسایی که در بخش تحصیل، اینا هم میشه بگین در بخش ورزش برای بانوها هم کدام کار کردین؟ در بخش تحصیل و ورزش، بله، تحصیلش ما تعداد از جوانان را به پنتونایی که تفاهم نامه داریم و نظر به تخفیفی که اونا قائل هستن 20%، 30% الی 50%، بله، تعداد جوانان را ما توانستیم که با پنتونای شخصی و خصوصی معرفی کنیم و اونا تعلیم و یا همو درس خود پیش ببرن. با مزد همو 50% که گفتین، 50% دیگه خودشان میته یا می نهاده که شما در فعال هستید؟ 50% نظر به مو تفاهم نامه که امضا کردیم خود همی پنتون قائل هستن که یعنی 50% خود شاگرد بوده و 50% اونا رایگان یا بگویم همکاری میکنن. بله، اما 50% را که باید پنتون کمک میکنه اونا کمک میکنن. بله، 50% دیگه شه نهاد شما کمک میکنه یا خود همو شاگرد باید بده؟ نه، خود شاگرد کمک میکنه. بسیار خوب. و در بخش ورزش؟ در بخش ورزش ما چندین جلسه که با عملیات امور جوانا هم گرفتیم، پیشنهاد ما این بوده که میدانهای ورزشی برای بانوان بسازن. ما پروپوزل و برنامه زیاد داریم. بله، و بودجه خیلی گزاف هم کار داره از نگاه تجهیزاتی که ضرورت می باشه.
چندین پروپوزال یا رویدست داریم، فقط جایی که میدانهای ورزشی زیادتر از برنامه یا ورزش هایی که بانوان علاقه من می باشند، باسکتبال و والیبال. بله. بعض مسابقات از طریق مکاتب هم صورت می گیرند، مکتب با مکتب مثلا مسابقه هم بعض میدانه هایش هست، ولی کفایت نمی کنه. اگر یک میدان ورزشی که مخصوص بانوان باشه و دور از اذیت و آزار یا خیلی راحت می باشه و ما را می تانیم که اون پروپوزل و برنامه خود خیلی خوبتر تطبیق کنیم. و در بخش صحت که فعالیت دارین و فعال هستین، اتفاق شده که در کدام خانواده بی‌وضاحت سر بخورین که طفلش خیلی مریض است و اونا توانایی ندارن که او را به دکتر ببرن یا اون را تداوی بکنن، امین نهاد شما را تداوی کرده باشه دوباره صحتیاب شده باشه طفلشان یا مو یک شخص از خانوادهشون؟ ما فقط یک پل ارتباط هستیم. اگری که حامی نداشته باشیم ولی یک وسیله میشیم که اونا را معرفی میکنیم به بعض شفاخانه ها یا شفاخانه دولتی خصوصی، اونا را به ما حد اندازش همکاری میکنند. و در زمینه به صحت هم ما یک پروپوزل داریم که کمک های اولیه میباشه و این را میخواییم ما آموزش بدیم، اولا در سطح شهر که 12 ناحیه را در بر بگیره و برنامه که اینجا ختم شد بخیر در 14 ولسوالی را در بر میگیره. بسیار خوب، برنامه های آینده هست. بله. در آینده دیگه چی برنامه ها روی دست دارین که باید دیگه کدام مشکلات مردم شامل نهادتان بسازین که از طریق نهاد خودتان بتانین مشکلات مردم حل کنین؟ فعلا خوب دو برنامه روی دست داریم. خوبتر است که از برنامه های آینده کرد. فعلا دو برنامه که روی دست داریم که بار دوم می باشه جمع‌آوری لباس های که برای اطفال روی جاده و خانواده های بی سرپرست است و شاید هم که بیننده های عزیز در فضای مجازی هم دیده باشه یا ورق های آگاهی دهی هم بعد دسترسشان قرار گرفته باشه، که ما بار دوم است که لباس های زمستانی برای خانواده ها جمع‌آوری میکنیم. و یک برنامه دیگه هم داریم که ورکشاپ یک روزه می باشه، آگاهی دهی از قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال که و تاریخ 13 یا 14 ختم مهلت ثبت نامش می باشه و دوستان میتونن که بیاین مشخصات خودشان چی از طریق تلفن چی از طریق دفتر مراجعه کنن و از این برنامه هم مستفید شوند. بسیار خوب، اگر امی کمک هایی که دوستا بر نهاد شما میکنم از طریق نهاد شما بر بی‌وضاحت ها میشه، این را به هر کوچه سر بزنین و یک در یک مسجد در یک جای جمع آوری شد خوبتر نیست؟ شاید بعضی ها یک دوتا لباس را که بخواه اگر کمک بکنه یا یک پول ناچیزی را یا یک خوراکی را شاید تنبلیشون بگیره که از خانه خود تا به دفتر شما را برن حرکت بکنن. اگر کوچه به کوچه یا منطقه به منطقه را اندازی بکنین اینه که از طریق کلانترها یا امین مولای مسجد در داخل مسجد جمع آوری شود گپ خوب نیست؟ نظر نیک است و ما را ممی پلان داشتیم که بعض دوستای ما همکارای ما را گفتیم قراره که با امی نماینده هایی که پیشتر هم برتان گفتم نماینده از مهاجرین است یا نماینده از امی کلانتر و گذر امی مناطق می باشند، اونا را یک یادآوری کردیم، گفتیم که اگر همکاری کنین در زمینه خیلی خوب میشه. و بیشتر از می مردم ما از طریق فضای مجازی را از طریق می دفتر ما را که مراجعه میکنن شکر الحمدلله کمک ها و مساعدت خود دارن. بسیار خوب، میخوایم که یک پیام داشته باشم از شما، در اخیر اگر پیامتان را بگوین. پیام اخیر ما ای که اولا کشور عزیز ما افغانستان، همی قسم که به نام افغانستان یاد میشه و همه ما افغان هستیم و امید دارم که تبعیض، تعصب از زبان، قوم، ملیت دور باشه و همه ما به نام افغان یاد شویم و ای که مردم ما چون همه ما افغان هستیم به یک دیگه خود نیاز داریم و به یک دیگه خود یعنی کامل کننده یک دیگر هستیم. دقیقا. تا که ما به یک همشهری خود همکاری نکنم، کمک نکنم، فردا روزش او بر ما همکاری نمیکنه. و از ای که همیشه موفق و سربلند باشند و نهاد اجتماعی جوانان رسا یک نهاده است که در خدمت تمام مردم ما میباشه. بله. چی پیر باشه، چی جوان باشه و چی زن باشه و چی مرد باشه و میتونن همان قسم که در شروع برنامه هم گفتم خود نهاد اجتماعی جوانان رسا
یک پل است که از این پل یا از این وسیله میتونن در تمام ابعاد جوانان عزیز ما، جوانان افغانستان بیاین استفاده کنن و به قله های بلند موفقیت برسن. سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین اومدین در برنامه. سلامت باشین دوستان عزیز. بعد از یک بیان برنامه کوتاه دوباره همراهی میکنیم.